چه هیجانی داره. سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم به نسیم دانش. امروز اومدم دانشگاه امیرکبیر تا ببینیم دانش آموزا و دانشجوها در کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک چه کردن. چه خبر اینجا؟ با یه غرفه خیلی خلاقانه آشنا شدم که با اهداف دانشجو، نگرش و مهارتی از بچهای کوچک تا دانشجو یاد میدن که چجوری ایده هاشون رو مدل سازی کنن. یعنی شما این مسواک زدن رو ببینین، نگرش مسواک زدن رو به بچه‌ها یاد میدن. البته این اشتباهه، باید از بالا پایین از پایین به بالا مسواک زد. بیاین جلوتر ببینین چه خبره. دوایر جادویی اقلیدوس رو یادتونه؟ با این مکانیزمی که الان داریم میبینیم میتونیم در واقع کارهای هنریمون رو ثبت کنیم، ایده که تو ذهنمونه رو به واقعیت تبدیل کنیم، بعد واقعیش رو بسازیم. مدیرعامل این همه کارهای خلاقانه برامون توضیح میدن که چی شد وارد این کار شدی؟ خب بچه ها رو دیدین، همه بچه های کوچولو دوست دارن که یه چیز جدید خلق کنن، ایده های متفاوتی دارن و یکی میخواد کمک مامانش بکنه، یکی میخواد یه ربات مشق نویس بسازه، یکی میخواد یه ربات قد بلند بسازه. من همیشه دلم میخواست یه سنجاب داشته باشم از پنجره کلاس بیاد تو. آفرین. امتحانا رو مثلا من جوابشو بگه. خب این خیلی جالبه. ولی این جور بچه‌ها ممکنه که امکانات ساخت این چیزی رو که میخوان رو نداشته باشن. یعنی نمیتونن ایده‌شون رو محقق بکنن. چرا؟ چون ممکنه وسایلشو نداشته باشن، علمش هم نداشته باشن. آفرین. نمیدونن که از یه موتور چجوری باید استفاده بکنن. ما به این فکر افتادیم که در عصری که عصر ارتباطات و در شرف انقلاب صنعتی چهارم هستیم و تکنولوژی‌های خیلی سطح بالایی داریم، وسایلی رو در اختیار بچه‌ها بذاریم که بتونن باهاشون این ایده هاشون رو محقق کنن. تو بازار هست، بچه‌ها میتونن به راحتی تهیه کنن. خیلی ساده. بله. این بخشی که برای دانش آموزا و من چقدر بد گرفتم نه؟ آره خراب نشه. برای دانشجوست اینجا چی کار میکنی؟ خب این یه ربات انسان نماست که 18 تا سرووموتور مخصوص رباتیک داره و میتونن باهاش حرکات انسان رو شبیه‌سازی بکنن. تقریبا میشه گفت تمام این رباتایی که اینجا میبینین خودمون ساختیم، طراحی خودمونه. خیلی هیجان انگیزه. فکرشو بکنین، شما با اون درس و تحصیلاتی که دارین، ایده‌ای که توی ذهنتونه، میایین ابزار رو تهیه میکنین و میسازینش. بعد کم کم ایده‌های جدیدتر، کارهای بزرگتر، یه ایرانی قوی و بنام میشین و بازار تو دست شماست. انشاءالله.